درس تفسیر جلسه 157. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا علي، ثلاثة من لقي الله عز وجل بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله عز وجل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورد عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. به اطلاع دوستان بحثمون برسونم که امروز مهمانانی عزیز در جلسه ما حضور دارند، برادران عزیز سپاهیمون، از مدافعان حرم، از حافظان قرآن، از عزیزانی که دارای امتیازات و ویژگی هایی در سپاه پاسداران هستند. برادر بزرگوارمون تقاضا کردند که روز چهارشنبه در محضر این عزیزان باشیم، ما هم پذیرفتیم. بنابراین عزیزان را به عنوان مهمانان درس اخلاق و تفسیرمون امروز بهشون خیر مقدم عرض میکنیم و انشاءالله امیدواریم که همچنان که تا کنون برای خدمت به اسلام و خدمت به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی جان برکف اون که داشتن در طبق اخلاص گذاشتن، از این به بعد هم سربلندتر از همیشه بتوانند در عرصه های مختلف در مقابل دشمنان اسلام و قرآن بدرخشند و برای کشور اسلام انقلاب افتخار بیافرینند. در محضر عزیزان هستیم. روایتی از کلمات نورانی رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عنوان وصیت خطاب به امیرالمؤمنین دارن که طبعا اگر ما هم مخاطب رسول گرامی اسلام بودیم، طبیعتاً باید به این کلمات و جملات نورانی پیامبر دقت و توجه می‌کردیم. کلام نورانی پیامبر این است که: یا علی، ثلاثتون من لقی الله عز و جل بهن فهو من افضل الناس. سه چیز تو زندگی انسان اگر اتفاق بیفتد و با همین حالت خدای بزرگ را فردای قیامت ملاقات کند، این انسان مفتخر به تابلوی افضل الناس است. یعنی بگو گفته می شود تو جزء بهترین ها هستی. طبیعتا همه ما آرزو می کنیم که هم در دنیا و هم در آخرت جزء بهترین ها باشیم. ملاک هایی که پیامبر و امیرالمؤمنین برای بهتر شدن و جزء بهترین انسان ها شدن را بیان میکنه در سه جمله خلاصه میشود. یعنی آدمی که با این سی ویژگی
دنیا را ترک کرده و وارد سرای آخرت شده و در پیشگاه پروردگار عالم مبعوث شده، این انسان افضل الناس است. حالا ببینیم این ویژگی ها در من و شمای برادر عزیز طلبه و فاضل حوزویمون و در شما بزرگواران استفاهیمون وجود دارد یا نه؟ سخت نیست، اما گاهی شرایطی پیش میاد، غبارهایی تو زندگیمون پیش میاد که این غبارها عنوان مانع سر راه ما قرار میگیرن. وگرنه انسان گل سرسبد آدم هستی است، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. انسان دارای شرافت، دارای جایگاه رفیعی است. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ راه ها بر روی همه ما باز هست. انبیاء الهی آمدن، اولیاء الهی آمدن، حتی در عصر غیبت هادیان و راهنمایانی وجود دارند که مسیر را برای ما تعیین کنند. چاه کدام است؟ راه کدام است؟ دوست کدام است؟ دشمن کدام است؟ راه سعادت کجاست؟ راه شقاوت و بدبختی کجاست؟ اینا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا میگه ما اونی که تونستیم انجام بدیم انجام دادیم، راه را مشخص کردیم. حالا ادهی در این مسیر شاکرن، ادهی کفر میورزن، مقصر ما نیستیم. این بشر انتخابگر است که گاهی بهگزین است و گاهی بدگزین است. این سه نکته ای که باعث می شود انسان مفتخر بشود به عنوان افضل الناس، خدا افضل الناس، این آدم بهترین است. یک، من اتى الله عز و جل، کسی که فردای قیامت در پیشگاه خدای متعال محشور می شود، به مفتر از علی. خیلی جالب، یعنی چیزایی که خدای متعال به عنوان بایدها برای ما تعیین کرده، به عنوان واجب، به عنوان تکلیف، به عنوان وظیفه برای ما تعیین کرده، میگه کسانی که تو دنیا فردای قیامت که محشور میشون میگن خدایا اون چه تو گفتی و از ما خواستی ما بر اون پایبند بودیم. خیلی مهمه. ات الله عز و جل به مفتر از علی، یعنی اون چی که خدا بر او واجب کرده، به تغییر روشنتر پایبندی به بایدها. آدمایی که تو زندگیشون، شما الان توی مجموعه که هستید، ما طلبه ها تو حوزه و شما پاسداران عزیز توی محیط استفاق، بالاخره یه سلسله تکالیف و وظایف و مسئولیت ها داریم. تو همین دنیا چطوری؟ اگر درست به این وظایف عمل کنیم سربلندیم، اگر درست به این وظایف عمل کنیم مورد تکریمیم، مورد احترامیم. فردای قیامت هم همینطوری است، در مقابل خدای متعال اگر تو این دنیا واجباتمون انجام دادیم، از روزی که مکلف به تکلیف الهی شدیم و خودمون را شناختیم و دین به ما گفته از این لحظه به بعد تو غیر از آدم قبلی هستی، تا به سن تکلیف نرسیده بودی راه دیگری داشتی، ولی از الان لحظه لحظه گامی که برمیداری باید با حساب و کتاب باشه. میگه اگر کسی به واجباتش عمل کند، این آدم من اعبد الناس، عابدترین مردم، کسی که به واجبات و تکالیف دینی عمل کند. این یک. پس بنابراین بیاموزیم و عادت کنیم به این که وظائفمون چیست. به یکی از دوستان قبلا من میگفتم یک دفتر 100 برگی را 200 برگی را بردار، سمت راست دفتر بایدها را بنویس و سمت چپ دفتر نبایدها را. به همین مقداری که اطلاعاتمون بهمون اجازه میدهد، بالاخره تو این مدت پای منابر نشسته ایم، پای سخنرانی ها نشسته ایم، حرفای مختلف گوش داده ایم، کتاب مطالعه کرده ایم، تحقیق کرده ایم،
به خیلی از وظایف آشنا هستیم، یعنی الان بنده به یکی از این دوستانی که اینجا هستن که عزیزان فاضل حوزوی‌مون که یکی از شما بزرگواران، بگم برای من 20 دقیقه نیم ساعت راجع به وظایف صحبت کنید چه تکالیفی ما داریم؟ من فکر میکنم کم نمیارید. میگید نماز بر ما واجب است، روزه بر ما واجب است، چی بر ما واجب است، فروع دین فروض، همینطور ردیف میکنید برای گفتن. و بخش دوم که خیلی مهمه در اداد بخش اوله، و منور المحارم الله، کسی که عرشبت از انجام کارهای حرام پرهیز میکنه، تقوا نشان میده از خودش. پس یک، شاخص ها را نگاه کنید برای این که جز افضل الناس باشیم، به واجبات پایبند باشیم. بفرمایید از محرمات الهی هم صرف نظر کنیم. صفحه دست چپ این دفتر 100 برگی یا 200 برگی نبایدها را هم میتونیم بنویسیم. چه کاری نباید بکنیم؟ دروغ نگیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، تو خونمون اخلاقمون بد نباشه، با بچه‌مون بدرفتاری نکنیم، با همسایه بدرفتاری نکنیم، با زیر دستمون بدرفتاری نکنیم. اینقدر ردیف میتونید بکنید نبایدها را، و در بخش اول بایدها را، چه وظیفه‌ای داریم که انجام بدهیم و از چه کارهایی باید سخت پرهیز کنیم. بندگی یعنی همین. بعضیا خیال میکنن دنبال بندگی میگردن، بندگی با یه چراغ میخوان بگردن. بندگی یعنی همین، عمل به واجبات و ترک محرمات. بندگی یعنی خدا اونچه از ما خواسته همون را طبق اونچه او خواسته انجام بدیم. خواسته عمل کنیم، انجام بدیم. خواسته نکنیم، همون نکنیم را معیار برای زندگیمون قرار بدیم. شاید برای دوستان فاضل حوزوی‌مون من عرض کردم، به شما هم عرض میکنم، کسی همسرش را، یعنی مردی زنش را فرستاد خدمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و برو از صدیقه طاهره این پرسش را مطرح کن که ما جزء شیعیان شما و پیروان شما هستیم یا نیستیم. پاسخ را نگاه کنید چه زیباست. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود برو به شوهرت بگو این کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. به شوهرت بگو دو کلمه بیشتر نیست شیعه بودن، دو کلمه. یه پاسخ دو کلمه ای، و اون پاسخ این است که این کنت تعمل بما امرناک، اگر اون فرامینی که ما داریم، دستوراتی که ما داریم، بایدهایی که ما داریم شما عمل میکنید و از نبایدهای ما صرف نظر میکنید، اون چی که ما اهل بیت میگیم عمل نکنید، عمل نمیکنید، فانت من شیعتنا، شما جز شیعیان ما هستید. شیعه بودن یعنی پایبند بودن به چی؟ به بایدها و نبایدها. این کلام نورانی صدیقه طاهره دخت بزرگوار نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و منور المحارم الله فهو من عور الناس. میخواید آدمای پارسا را پیدا کنید؟ پارساترین انسان ها، عابدترین انسان ها اینا هستند. عابدترین انسان ها کسانی هستند که پایبند به واجباتن. پارساترین انسان ها کسانی هستند که از محرمات سخت پرهیز میکنن. همه شما به الحمدلله جوانید، در یه شرایط جوانی به سر میبرید، و جوانی، در جوانی بنده بودن، در جوانی پایبند بودن، در جوانی خطا نکردن، در جوانی گناه نکردن، در جوانی اون چرا که خدا خواسته عمل کردن خیلی ارزشمنده. در جوانی انسان باید بندگی را تمرین کند تا به دوران پیری که رسید افسوس نخورد که ای کاش جوانی برمیگشت ما حالا تدارک میکردیم. نه، از الان شروع کنید به کار. تو روایات داریم، این روایت خیلی جالبه،
خیلی روایت جالبی است. روایتی دیدم میگه که خدای متعال این گونه عمل میکند، خدای متعال این گونه عمل میکند که اگر کسی در سنین جوانیش مشغول دعا و عبادت و مناجات و امثال ذالک بعد مریض شد یا به سن کهولت و پیری رسید که توان انجام اون عبادت ها و اعمال را ندارد، میگه خدای متعال به فرشتگانش دستور میدهد همون پاداشی را که در سن جوانی برای این فرد مینوشتید که توان انجام کار را داشت، توان انجام عبادت را داشت، همین را در این دوران بیماری و در دوران کهولت هم برای اون بنویسید. یعنی خدای متعال حساب داره، توجه داره، دقت داره که حق هیچ بنده ضایع نشه، چون او اهل فضل و اهل احسانه این چنین با بندهش رفتار میکنن. اینم دو. سه، و من قنع بما رزقه الله، اگر کسی قانع شد به اونچه که خدا روزی او را داده است، دست درازی به مال این و اون نکرد، طمع در مال دیگران نداشت، قانع بود به اونچه که خدای متعال در حق او روا داشته. بعضی ها تو زندگی قانع هست، شاکر هست، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شاکر بودین خدا به نعمتهای شما اضافه می کند. هم پاسداران عزیز ما، هم فضلای عزیز ما، هم طلاب عزیز ما، اگر قانع بودند به اونچه خدای متعال، البته این مانع تلاش نیست، مانع جدیت نیست، مانع سعی نیست، اما کسانی هستند که به وضع موجودشون قانع نیستند، نیم که می روند دنبال کار حلال، بلکه قانع نیستند می روند به هر قیمت که شده مالی را به دست بیارند و وارد زندگیشون کنند. این خطرناکه که لقمه حرام چه آثاری دارد برای خود انسان، برای خانواده انسان، برای فرزندان انسان، به احساساً زندگی انسان را تیره و تار می کند. شما مسئولیت های بزرگی امروز بر عهده دارید، مسئولیت سترگ حفظ این انقلاب، مسئولیت سترگ حفظ این نظام اسلامی که خونبهای شهیدان ماست، شهدای ما جانشون را تقدیم کردند تا این انقلاب بماند. و لذا من به شما برادرانه عرض می کنم، کسی میتواند حافظ این انقلاب باشد که در گام نخست حافظ نفس خودش بوده. اگر کسی حافظ نفس خودش بود، یعنی رابطهش با خدا یک رابطه تعریف شده بود، این انسان میتواند در مقابل هر دشمنی بیستد. 40 سال بر ما گذشته، به راحتی نگذشته، خیلی سختی ها را تحمل کرده. خیلی عزیزان همرزم شما، همدوره‌ای های شما و کسانی که حالا همدوره شما نبودن، پیشکسوتان سپاه و روحانیت، هر دو در کنار هم برای استقلال کشور، برای حفظ این کشور و انقلاب جان دادن، تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. اما راه حفظ و حراست از این اسلام و انقلاب این است که انسان مواظب خود باشد. اگر مواظب خود بودیم نتیجه بخشه. این روایت در کتاب خصال صدوق هست. بنابراین خلاصه روایت این شد که اگر کسی فردای قیامت میخواد جزء بهترین ها باشد، جزء عابدترین انسان ها باشد، جزء پارساترین انسان ها باشد، جزء بینیازترین انسان ها باشد، یک، پایبند به بایدها و واجبات، دو، پرهیز از محرمات، سه، راضی بودن به اون چه که خدای متعال نسبت به او رزق و روزی عنایت کرده است. ما یه بحث دیگری داریم به نام بحث تفسیر سوره بقره. اگر اجازه بفرمایید بخش بعدی بحثمون را هم اختصاص بدیم به تفسیر سوره بقره و در خدمت دوستان هستیم. ما آیه 78
سوره بقره را داریم خدمت دوستان مطرح میکنیم، تا اینجا رسیده ایم و بحثمون درباره به اصطلاح خلافکاری های یهود هست. همین یهودی که امروز در چهره سیونیت به اصطلاح تبلور پیدا کرده و غده سرطانی منطقه ماست. اینا زمان پیغمبر هم آشوب به پا میکردن، در زمان حضرت موسی هم در این حال که حضرت موسی پیامبرشون بود در مقابل حضرت موسی جرحه میگرفتن، همیشه یه قوم ناآرامی بودن. لذا قرآن راجع به اینا میفرماید که و من هم امیون، از این یهود کسانی هستند که امی هستند. امی یعنی درس نخونده. دوست تا معنا داره که آنها عرض میکنن، عرض شود پاره از آنها بی سوادانی هستند، یعنی درس نخوندگانی هستند که لا یعلمون الکتاب، کتاب خدا را نمیشناسند. الا امانیه، مگر یک سلسله خیالات و آرزوها. و این هم الا یظنون، اینها به گمانها و پندارهاشون دل بستن. این توصیفی است از یک دسته از یهود که حالا دسته دوم اینا اون صف درس نخونده ها و بی‌سواد هستن. آیه بعد که انشاءالله در جلسه بعد اشاره میکنم بیان دانشمندانشون هست. اینها یه مشکل دارن، آرزوگرا هستن، خیالاتی هستن. دانشمندانشون هم مشکل دیگری که دارن برای حفظ موقعیتشون، اون چه در تورات آمده در وصف پیامبر ما خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برای حفظ موقعیتشون تحریف کردن اون چه در تورات بود. تورات آمده بود به شکل گویا و زیبا صفات پیغمبر اکرم را، یعنی پیغمبری که بعد خواهد آمد، بیان کرده، اما اینا دیدن موقعیتشون به خطر میفته، پیغمبر دیگه که بیاد اینا دیگه کسی پیروشون نخواهد بود، آمدن اون واقعیت‌ها را تغییر دادن. حالا اون آیه زمانش که رسید خدمت دوستان انشاءالله مطرح میکنیم. این آیه خدای متعال خطاب به عرشبت به جامعه بنی اسرائیل در رابطه با جامعه بنی اسرائیل مطرح میکنه و آیه بعد اون تقسیم بندی که عرض کردم بیان میکنه. من هم امیون، واژه امیون که در اینجا به کار رفته، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب. چرا از کلمه من استفاده شده؟ مفسرین تعبیر جالبی دارد، میفرماید از قرآن بیاموزیم، از کلام خدا بیاموزیم. اینم نکته اخلاقی دارد. خدای متعال از دست یهود ناراحته، اما یه مرتبه نمیگه همه اینها یک پارچه و یک کاسه. و من هم، دوستان با ما باشن، و من هم در اصطلاح ادبیات عرب من بهش میگن من تفیضیه، یعنی بعضی از این یهود. موقعی که میخوایم قضاوتی راجع به یه مجموعه بکنیم، اگر همه اون مجموعه مبتلا به مشکل نیستن، عرض شود خدمتون بگیم بعضی از اینا اینطور هستن. یه مرتبه حکم کلی صادر نکنیم. اگر خدای ناخواسته از یه برادر سپاهی کسی بدش آمده، نگه سپاهی ها اینطورن. اگر کسی از یه طلبه بدش آمده، نگه طلبه ها اینطورن. خدای متعالم در این حال که یهود طبیعتاً یه اوضاع احوال خاصی دارن، ولی رعایت انصاف در کلام الهی است. و من هم، یعنی بعضی از اینا این شکلی هست، نمیاد حکم را کل یهود پیاده کنه. و من هم امیون، من بیانگر اینه که قرآن در اینجا همه یهودیان را اشاره نمی کنه که حالا اینا آرزوگرا هستند و پیرو و امانی و آرزوهاشون هستند، و رعایت انصافی است که قرآن در اینجا مطرح کرده. حالا امیون یعنی چه؟ سه تا معنا دوستان در رابطه با کلمه امی مطرح شده. امروز از این بحث تفسیریمون این نکات رو بیاموزیم. یک، امی یعنی چه؟ من هم امیون، تو قرآن هم داریم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته
و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سه تا معنا برای کلمه امی کردن که رجحان با یک معنا از این سه معناست که من به ترتیب این سه معنا را بذر مبارک دوستان عرض میکنم. معنای اولی که تو ذهن همه شما میاد و به نظرم معنای درستی است، امی یعنی درس نخونده، یعنی یه تعدادی از اون کسانی هستند که مکتب نرفتن، استاد ندیدن، درس نخوندن. امی، لذا خوب الذی بعث فی الامیین هم به همین معناست، یعنی پیغمبر در میان ملت درس نخونده عرض شود خدمتتون این که مبعوث به رسالت شد، یعنی به تعبیر بعضی از لغویین خوب الذی لا یکتب و لا یقرا، کسی که نمی نویسد و نمی خواند، یعنی قدرت نوشتن و خوندن بفرمایید ندارندش، میگن امی. این معنا مناسب با همین آیه است که ما در اینجا داریم. حالا جالبه، خیلی جالبه، این نکته را دقت کنید، حواسا اینجا باشه. چرا میگن امی؟ ام یعنی مادر. به چه مناسبت کسی که درس نخونده، کسی که آشنای با کتابت و نوشتار نیست، چرا میگن امی؟ در لغت ام یعنی مادر. این نکته جالبش اینه. چرا میگن امی؟ از شعب خدمتون این که گویا میخوان بگن مثل نوزادیست که از مادر متولد شده. همونطور که نوزادی که از مادر متولد شده چیزی بفرمایید نمیداند، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، او خداییست که شما را از شکم مادرانتون بیرون آورده، چیزی نمیدونستی. بچه که تازه به دنیا میاد چیزی نمیداند. این امیست یعنی گویا کسیست که از مادر متولد شده، همونطور که نوزادی که از مادر متولد شده چیزی نمیداند، این آدمی هم که 20 سالشه 30 سالشه درس نخونده مکتب نرفته، اینم امیه، گویا مثل نوزادیست که تازه از مادر متولد شده، امیست. و به تعبیر دیگر درس نخونده و همون حالتی که از مادر متولد شده باقی مونده، امی یعنی همون حالت از مادر متولد شده ادامه داده و باقی مونده، اون موقع نمیدونست، الانم نمیدانه و استادی را ندیده. معنای دومی که برای امی کردن، که این معنا خیلی بعید به ذهن میاد ولی عده‌ای گفتن، ما هم با اجازه دوستان مطرح میکنیم، گفتن امی منصوب به امت است، خیلی تناسبی نداره. گفتن انسان ها به لحاظ انتساب به امت خیش امی گفته میشوند، من هم امیون یعنی به امت خیش، به جامعه خودشون منتسبند. اینو خیلی ها نپذیرفتن و حق هم همین است که نپذیریم. یه معنای سومی وجود دارد در اینجا، اون معنای سوم عرض شود خدمتتون که خیلی بی مناسبت نیست ولی به پای معنای اول نمیرسد. اون معنای سوم که برای واژه کلمه امی مطرح کردن، گفتن به گروهی از انسانها نسبت داده میشود که عرض شود خدمتتون به خاطر انتصابشون به مادر امی میگن. اولی هم گفتیم به اعتباری که از شکم مادر بیرون آمدن، نوزاد که بودن چیزی نمیدانستن، حالا هم که به این سن و سال رسیدن مثل همون موقع هم چیزی نمیدونن، درس نخوندن، اون موقع درس نخونده، الان هم درس نخونده، ولی اینا مقصودشون اینه. میگن خوب توجه بفرمایید، خوب توجه بفرمایید، میگن مادر دارای مهر و محبت نسبت به فرزند، خیلی شفقت می‌ورزد نسبت به فرزند، عشق و علاقه فراوان به فرزند می‌ورزد و گاهی دیدید که بعضی از مادرها اونچنان شیفته فرزندانشون هستند، به فرزندانشون عشق می‌ورزند که اجازه نمیدن این فرزندان رشد کنن. مدرسه میخواد بره میگه نه 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 من طاقت ندارم، استاد میخواد بره ببینه میگه من طاقت ندارم، توان ندارم، یعنی اینا وابسته به مادر میشن، وابسته به مادر میشن، عطوفت مادری از جواب خدمت شما به این که باعث میشن که به عنوان عزیز مادر شناخته بشن. من هم امیون، بعضی عزیز مادرن، عزیز مادرن یعنی چی؟ یعنی از مادر جدا نمیشن. بچه ای که از مادر جدا نشه رنگ مدرسه نبیند، رنگ مکتب نبیند،
رنگ استاد نبینن این درجا میزنن و به جایی نمیرسن. پس امی معنای اصلیش درس نخونده، این که میگن امی یعنی از همون حالت نوزادی رشدی نکرده، و امی به معنای سوم یعنی عطوفت مادری باعث شده که این بچه رشد نکرده و وابسته به مادر هست. امی در اینجا وابسته بودن به مادر هست که اشاره کردیم. خب بحث ما تمام شد تا اینجا، انشاءالله که تتمه آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، اینا مجموعی هستن که جز آرزو چیزی دیگری ندارن. انشاءالله موفق و معید باشید و خداوند همه شما را برای اسلام و انقلاب حفظ کند و برای رهبر عزیز و فرزانه انقلاب با صلوات بر محمد و آل محمد.